درود و سپاس بر حضرت دوست که هرچه هست از اوست. رویا شمیرانی هستم، کارشناس صنایع دستی و مهارت‌هایی در زمین نوش برجسته، حجم، پتینه و گچبری مدرن. نمایشگاه‌های زیادی داشتم و الان در سال 2022 تصمیم گرفتم اولین نمایشگاهمو به نمایش بذارم. با هم بریم چند تا از کارهامونو ببینیم. اثری که پیش رو دارین شهر ناشناخته اسمش هست. در این اثر جلوه چراغ، رهیابی و رهجستن در کنار انار که دانه های آن به هم پیوسته و نادیدنی است روی شهری ناشناخته. و این تابلو هم شهر فیروزه‌ای هستش که در نیشابور هست، نقاشی بر روی کاهگل و اون گنبدا رو که میبینین به رنگ فیروزه‌ای هستش که نشون داده میشه که یادآور شهر نیشابور. و این اثر که سما نامش هستش که کار معرق روش انجام گرفته که این چوب ها با دست بریده شده و کار شده روش و این اسماء مختلف هستش که اون شعر بهار آمد بهار جان ها هستش که اینها رو به نمایش گذاشتیم. و این تابلو هم که هر هستش، از حروف هر استفاده کردم که اون شعر مولانا که میفرمایند هرچه در جستن آنی آنی، این نکته رمز اگر بدانی دانی. از رنگ های زرد و آبی ترکواز استفاده کردم که هر کدوم نشان دهنده و زبان خاص خودشونو دارن که براتون تو نمایشگاه توضیح میدم. و این تابلو از 48 تا هر درست شده که بر روی بانویی که میتونین تصور داشته باشین که حاف وا باشه، بر روی قلبش هستش و این تعالی روح رو نشون میده که ما از خاک برآمدیم. کره اسب وحشی توسن هستش نام این اثر که لگام کشیده شده و ریاضت کشیده شده که از اون خشونت و نافرجامی تونستن اینا رامش کنن. و بازارچه مشیر دوله، خواستم در اینجا این بازار رو بهتون نشون بدم و سبک ساخت و سازا و مغازه ها، کفاشی، قهوه خانه و این آجرایی که کار کردم روش، همه کار با دست هستش که از خمیرهای مخصوص استفاده شده، گلمیخا. و این تابلو هم که در و پنجره گرچینی هستش، تابلوی پلکانی هستش که یه نمایی از پنجره و درب قدیمی. این هم یک محله هستش در روستایی از اطراف شمال. این هم یه پلی رو نشون دادم که زیرگذر هستش با این بازار هستش که میرین داخلش و این خانومه که رختار و شسته روی بند آویزون کرده، گلدون ها، درب های قدیمی، خونه مادر بزرگ، عطر گل شمدانی، چاه آب و خانومه که تو دار قالی نشسته و داره قالی میبافه. و این هم طرحی از بم هستش، دیوارهای بم هستش که با اون بادگیرهاشون نمایش داده شده. این هم فروهر، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. و این هم سربازهای هخامنشی هستن که در اطرافشون هستن. زرتشت هم در اون پایین به نمایش گذاشتم براتون. و این تابلو هم تابلوهای سه‌بعدی هستش که اینها رو ما تیکه تیکه می‌بریم، به شکلای برجسته روی هم قرار می‌دهیم و میکسش کردم با خمیر و تلفیقی از کارهای خمیری و کارهای برجسته‌ای هستش که روی جنس اولیش مقوا هستش که اینو ما با کارهایی که روش انجام میدیم اینها رو به شکل مقاوم سازی میکنیم، روی هم قرار میدیم و روش رو یه مواد میزنیم که مقاوم سازی میشه و براق. گل شقایق هستش،
عکس خانومی هستش که لباس پردار که برجسته شده، تصویری از یک سالن آرایشگاه هستش که در قدیم بوده، تابلو خورشید خانم هستش که من پشت پنجره قرارش دادم این تصویر رو، و این کارهای قدیمی ساز، این وصیت‌نامه کوروش هستش که من اطرافش تکسچرهای مختلفی انجام دادم، کلونهای قدیمی زدم و این گلمیخایی که روش کار کردم، و این هم یک درب قدیمی هستش که از کلونهای زنونه و مردونه استفاده کردم و گلمیخا که این در وقتی باز میشه از یه تصویری استفاده کردم که اون تصویر رو کهنه سازی کردم، و این هم کوزه هستش که من داخلش رو شهر ماسوله درست کردم. این شهر ماسوله همطور که میدونین پشت بام هر خونه حیات طبقه بعدی هستش، و این اون صمیمیت مردم رو نشون میده که چقدر اون با هم صمیمی زندگی میکردن و اون دوستی و محبت رو تو اونجا میتونیم پیدا کنیم. و این هم یک کوزه دیگر هستش که قدیما مرغداری داشتن، طویله داشتن، اینا رو به نمایش گذاشتم که در دو طبقه ساخته شده، باز هم دربای قدیمی، و این هم که میوه فروش محله هستش که با چرخ گاریش داره هندوانه میفروشه. اسم تابلو صندوق مادر بزرگ هستش که این رو من به شکل برجسته درست کردم روی کاهگل، و این هم باز یک درب قدیمی با پله های با گلدان. این تابلو که کلاژ هستش، در واقع من این تابلو رو ساخته بودم برای اتاق موسیقی خودم که میخواستم تمام وسایل موسیقی رو به در و دیوار آویزون کنم. تصمیم گرفتم این ستاره که داشتم در کنار این چراغ و اون سیب روی این پارچه دیزاین کردم، و این هم خانه اندیشه هستش که دختر خانمی اون پایین نشسته داره فکر میکنه همراه با این پنجره‌ای که روی گلدان‌ها اونجا گذاشته شده و درب قدیمی بر روی کاهگل، و باز هم این یک در قدیمی دیگه، و این هم که پول‌های قدیمی هستش روی آینه شکسته، و این قاب کهنه شده با اون گل میخواست. این هم یه آبنمای کوچک هستش که نمونه هست برای کارهای بزرگ که بخوایم برای کارهای اجرایی انجام بدیم. اینا اندازه این خیلی بزرگ نیستش، کوچیکه، ولی میشه در ابعادهای مختلف انجام داد. البته تمام این کارهایی که شما میبینین نمونه از کارهای اجرایی هستش که میشه در ابعادهای بزرگ روی دیوار بدون فریم انجام بشه. و این هم پاییز. این هم یک میز هستش که روش دکوپاژ شده با تکسچرهای مختلفی که اطرافش زدم، رنگامیزی کردم، و این هم که مشرف حضورتون هست فروهر، که و این هم یک آینه قدیمی همراه با گلمیخ و فروهر و اون رنگ آبی. نمایشگاه در لس آنجلس از 10 فوریه تا 13 فوریه هستش. لطفاً جهت هماهنگی با شماره تلفن‌های زیر تماس بگیرید. رویا شمیرانی هستم، به امید دیدارتون.